سرخط اخبار، اخطار تند احمد مسعود به طالبان. طالبان با هزارهای دشت بچه چه کردند؟ و قتل دختر 14 ساله ایرانی توسط افغانستانی ها، شایعه یا واقعیت؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر. به این سرویس خبری از چنل نیکس هم پلاس خوش آمدید. مشروع اخبار. جبهه مقاومت ملی از تمام گروه ها و سیاستمداران در داخل و خارج از افغانستان خواسته است که برای پایان سلطه طالبان با هم متحد شد. جبهه مقاومت ملی روز سه‌شنبه ششم تیر ماه در پیام به مناسبت عید قربان گفت که طالبان به اقدامهای خود با تحریک حامیان خارجیشان سابقه قومی می‌دهند، اما همه اقوام از جمله پشتون‌ها از ستم طالبان در امان نماندند. در این بیانیه از نخبگان سیاسی و فرهنگی پشتون خواسته شده است که به طالبان اجازه ندهند از نام این قوم سوء استفاده کنند. در متن این بیانیه آمده است از نخبگان سیاسی و فرهنگی همه اقوام مخصوصا پشتون‌های کشور می‌خواهیم که با روشن ساختن ماهیت بیگانه پروری طالبان سهم خود را در کارزار عدالت‌خواهی برای ایجاد یک آینده مشترک و متحد ادا نمایند و اجازه ندهند که طالبان برای ایجاد وحشت و ادامه ظلم‌هایشان از نام قوم سوء استفاده کرده تخم تلخ و زهرآگین اختلاف‌های قومی را نسل در نسل در این کشور زرع نمایند. جبهه مقاومت ملی میگوید که طالبان به درخواست‌ها برای تشکیل یک حکومت فراگیر که تضمین کننده پایان جنگ و تأمین کننده صلح باشد پاسخ مثبت ندادند. در بیانیه این جبهه آمده است طالبان با هدایت و دستور مستقیم خارجی‌ها توسل به اسلحه و اقدام به ادامه جنگ و خونریزی را ترجیح داده و تلاش کردند که عزم اراده مردم را برای ایجاد شرایط قابل قبول برای همه سرکوب کنند و با خودکامگی و زور و اقتدارشان ادامه بدهند. جبهه مقاومت ملی به تلاش‌های صلح‌جویان این گروه برای پایان جنگ اشاره می‌کند و طالبان را متهم می‌کند که به زور تفنگ متوسل شدند. این در حالی است که منابعی از دشت بچه کابل گفتند مردم غرب کابل از 5 ماه به این سو با بحران کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند، اما طالبان هیچ توجهی برای رفع مشکل آنان نکردند. در ویدیو صفحه تحویلی از باشندگان دشت بچه دیده می‌شود که برای گرفتن آب در انتظار ایستادند. علی حسینی خبرنگار بی بی سی فارسی گزارش را در این مورد تهیه کرده است. حوالی ساعت 3 گذشته از نصف شب، منطقه آسیابینی غرب کابل. صفی از مردم از ساعت 2:30 شب در انتظار آب هستند و 8 صبح نل یا شیر آب یک چاه عمیق باز می شود تا مردم بتوانند آب روزانه مورد نیازشان را به دست بیاورند. این چهره ای از کابل تشنه است. کمبود آب برادر بسیار زیاد است. ما 2 بجه شب آمدیم اینجا در نوبت استادم تا نوزه که فلحال 20 دقیقه در 6 مانده. درست. کلی همی که کراچه در نوبت سی طرف هم میبینیم که شما در تصویر بگیریم که کراچه بسیار زیاد است. بله. از دازو گذسته این طرف هم یک دفعه ببینیم که مردم در چی وضعیت قرار رو در چی مقدار رو رو کراچه در نوبت است. درسته. دیگه 8 بجه اول اعلام میکنم مرتقه تا 10 شب. توزیع آب تا پاسی از شب ادامه دارد. وضعیتی در نقاط مختلف کابل. وای نمیجا مردم تا 9 بجه شب 10 بجه 12 بجه شب نمیجا بیشتر می مشکلات مردم خیلی زیاد است. باید این صحه سردم داشت باشی جامعه جهانی باید اینجا تمرکز داشته باشه وقتی را بش. درست. سایکل چقدر نفر زیاد است؟ به گفته سازمان ملل، خشکسالی در 22 ولایت افغانستان اثر گذاشته. در گذشته، مقام‌های افغان گفته بودند که چرخه خشکسالی از 70 سال به 7 سال رسیده. طالبان که در 20 سال جنگ مشکل خود را با این بشکه‌های زرد رنگ تبدیل شده به بمب حل می‌کردند، حالا باید مشکل این بشکه‌های زرد بی آب را حل کنند. کاری دشوارتر از جنگ.
و اما این روزها فیلم‌های متعددی در فضای مجازی برای اختلاف افکنی میان مردم افغانستان و ایران از سوی دشمنان منتشر می‌شود که با هدف تحریک احساسات دو ملت سناریوهای مانند کشته‌سازی‌های سوریه را دنبال می‌کنند که انتشار شایعه قتل یک دختر 14 ساله یزدی توسط یک تبع افغانستانی یکی از این موارد است. به گزارش ایرنا، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی یزد، با تکذیب خبر منتشر شده در فضای مجازی این استان مبنی بر قتل دختر 14 ساله یزدی توسط یک تبع کشور افغانستان گفت، هدف انتشار این دست شایعات در روزهای اخیر که شدت زیادی می‌یافته است، برهم زدن امنیت و آرامش فضای جامعه است و با هوشیاری مردم این گونه اقدامات دشمن مانند توطئه‌های قبلی آنان راه به جایی نخواهد برد. سرهنگ محمد رضا مزیدی دوشنبه شب افزود در روزهای اخیر دست‌هایی در کار است تا بین دو ملت ایران و افغانستان که ریشه‌های مشترک تاریخی و فرهنگی دارند بدبینی و بی‌اعتمادی ایجاد کنند. وی اظهار داشت به دنبال انتشار شایعه قتل یک دختر 14 ساله یزدی توسط تبعی از کشور افغانستان در برخی از شبکه‌های اجتماعی بررسی صحت و سقم این موضوع در دستور کار نیروی انتظامی استان قرار گرفت. به گفته وی در ساعت 14 روز دوشنبه ماموران انتظامی با مراجعه به منزل پدری این دختر به نام زهرا ضیایی با این نوجوان و خانواده‌اش دیدار و فیلمی در این رابطه برای انتشار تکذیب شایعه منتشر شده در فضای مجازی تهیه شد. سرهنگ مزید ادامه داد، نکته جالب در این زمینه این بود که این دختر حتی از انتشار شایعه‌ای در خصوص مفقودی و قتل خودش بی اطلاع بود. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی یزد از شهروندان خواست هر گونه اطلاعاتی را که در شبکه‌های اجتماعی مشاهده می‌کنند تا قبل از اطمینان از صحت مسائل مطرح شده برای دیگران ارسال نکنند، چرا که پخش قابل توجهی از شایعات این روزها در فضای مجازی در خصوص اختلاف و مشکلات میان شهروندان ایرانی و اتباع افغانستانی به قصد ایجاد تفرقه در جامعه پخش می‌شود. یا الله، سلام دختر. شما هستی زهرا ضیایی؟ اسمت چیه؟ زهرا. زهرا ضیایی. کلاس چندمی زهرا خانم؟ هشتم. کلاس هشتم. مدرسه هم میری؟ بله. امروز مدرسه بودی؟ بله. امروز چندشنبه است؟ دوشنبه. دوشنبه. تاریخ چندمه امروز؟ 22. این سوالا ابتدایی رو کردم به خاطر اینکه مخاطبین ما بعدا بفهمن که ما در لحظه ساعتم ساعت 2:05 عصر هست که ما در خدمت شما هستیم. شما عکس خودتو دیدی زهرا خانم تو فضای مجازی؟ ندیدی؟ آها، این یه اخبار اومده که آقا شما گم شدی و شما دورجون شما اتفاقی برای شما افتاده، ما هم اومدیم بررسی بکنیم. افسردگی امنیت مقوله مهمی بود برای ما، حفظ جان شهروندان و بررسی اخبار رو در فضای مجازی که صحت و سقمش رو بررسی کنیم. عکس عکس خودت دیگه. آها، همانطوری که ملاحظه فرمودید خبر قتل دختر 14 ساله در یزد شایعی بیش نبود. هدف دشمنان ایران اسلامی ایجاد تفرقه و جو ناامنی در کشور. همشهریان عزیز انتظار میره که اخبار رو از منابع معتبر پیگیری بکنه. خیلی خوشحال هستیم که تا آخر این سرویس خبری با ما همراه بودید. لطفاً نظرات نیکتون در قسمت کامنت با ما به اشتراک بگذارید. برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال نکست ون پلاس رو سابسکرایب کنید. روزتان خوش و خدا نگهدار.